واخان د ژوند لډیرو اسانتیاو ورسته پاتې سیمه. دای د درد ورکولو درمل دی. خای ډیرو ته جالبه وی چې د تریاکو پر استعمال دردونه راموي، خو دوی ته یې کارونه لکوبه له کوچنیوالي ورسره عادت دی. پنځوس کلن بخت بیگی او اویا کلن شهنواز د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. شهنواز میرمن نه لري او پر دغه نشه چې افیم نومیږي له تیرو پنځوسو کالو راهیسې پرې روږدی دی. وایي که یې وڅکي د بدن د غړو دردونه ارامیږي، او که پیدا نه شي نو بیا د دردونو له امله په چیغو وي. دا و وخت ډاکټر نه بود، یجا مریضی بود، از عام پیچو برادری نمی مریض های دلدردی و پادردی و دکتر نبود، از همی استفاده می کردیم پاهای ما یا پیچ یا ایرسال دور از روتون جور می کرد. وقتی که ده روز و پانزده روز می کشید دهی مبتلا می شی. این از این خاطر ده او وقت دکتر نبود، ما از مجبوری را کشیدیم. د تریاکو لپاره دا آله دوی په خپله جوړه کړې او یوازې همدا پکې کاروي. د شهنواز تر څنګ ناسته پنځوس کلنه بخت بیگی له تیرو لسو کالو راهیسې تریاک کاروي. هغه شپږ اولادونه لري، خو هغوی له نشه یي توکو له کارونې لرې پاتې شوي او یوازې همدا میرمن ده چې پرې اخته ده. وایي د ژوند تباهي هغه وخت پیل شوه کله چې په لومړي ځل د تریاکو پر نچۍ خوله ورکېښوده. هغه زیاتوي پوه نه وه چې د دې عمر خوړونکي نشې پرېښودل سخت دي، که نه نو د پرېښودلو یې ډېره هڅه کړې خو بریالی شوې نه ده. دردونه یې د یوې ورځې لپاره آرام وي، خو په سبا یې بیا ناست ناست د سر درد، ملا درد او د پښو دردونه راپارېږي. د دردونو له امله بیا اړ ده چې تریاک وڅکي. خان مریضم وی تو، پیچم تو، دل دردم تو، سوزاکم تو، ازای جان شریش دای. به دوا نه تو، پیچکاری نه تو، یعنی متخش دای. په واخان کې ژمی اوږد او اوړی کم وي، ځکه خو کوچنیان هم د سړی هوا له امله ډیر کله د ناروغۍ په بستر پراته وي. شهنواز وایي که څه هم اوس یو څه روغتیایي اسانتیاوي شته، خو پخوا به دوی ناروغو کوچنیانو ته همدا لوګي په خوله کې ورپوف کول څو روغتیا عمومي. وایي د وخت په تیریدو سره به دغه کوچنیان هم له تریاکو سره عادي شول، چې بیا به پرته له استعمال ناکراره وه. بچه که خورده که شما چی وقت که اون مریض می شد برزو هم چی رقم می دادی؟ با اونا نمی دادیم، کنان وقتی که برادر کنان وقتی که بسیار پیچی خونین می شد دادنشان پف می کردن، امو درد گم می کرد. یه طریق نیکی بخشی می دادیم، بخشی نمی دادیم.
اساساً تناسب جرم و مجازات به نسبت به باز الحمدلله این دامی 5 سال 10 سالی که ولی کلینیک اومده منتها مرگ مردنی کودک از گپا خلاص شده و زیاتر مردمی که ولی متاد می جو است پریشان است از دست یمی شفاخانه نبود سی امتیاز نبود ددان کلف تفول زن مرد این همی مریضی پیدا میشه دیگه تداوی نمیشد امیر استفاده میکردن و همی ای مرگ نجات می یافت خا ولی او کم شده است مثلا طریق استفاده کردن ولی تریاک و این گپا خلاص و بسیار اگر موی سفیدی که 70 ساله و 80 ساله اگر باشه دیگه او خیلی تداوی مالی خلاص است ولی همین جوانای نورو که هستن امنا را این هر روز جمع میکنیم سیم چیزی که در قدر تمام است با اینو گپ میزنم که نکشید همین به نقصان است به فایده تا نیست ولی انشالله کم شده و خیلی مشکل دیگه استاد نداره د واخان ولسوالۍ لوی او کوچنی کلی له یو بل سره په ډیر لری واټن کې پراته دي چې له همدې امله یې ناروغ پر وخت مرکزی روغتون ته نشي رسیدلی. دا د همدې ولسوالۍ مرکز خندود کې یوازینی روغتون دی چې له ډیرو لریو کلیو ورته ناروغان د تداوی لپاره ورځي. مسؤلین وایي پخوا د واخان اوسیدونکو د ناروغۍ پر مهال تریاک کارول، خو اوس د روغتیایي مرکز په جوړېدو سره د تریاکو استعمال کې خورا ډیر کموالی راغلی او د نشه یي توکو د استعمال پر ځای ډیری ناروغان دوی ته مراجعه کوي. در قبلانه ها که بودن که در اینجا مثلا دوا دکتر کلینیکی افغانم، اما حال خوشبختانه همه چیز هست، مثلا دوا هست، مثلا میتونه که شفاخانه متعادین جور شده گی هست، کلینیک که فعلا هست، کلینیک از نظر چیز در اینجا از نظر مثلا صحت یا از نظر مثلا امو موقعیت جغرافیاییش اینجا کلینیک نه رسته ای کدن نمیتونم، چون بخاطر که هرازی مثلا نمی واخان یک هرازی بسیار دور و دراز است، دیگه مردم غریب سن رسته ای کدن نمیتونن. اما خوشبختانه خود دفتر ما مثلا دیگه اینجا کلینیک های مثلا سب سنتر ایجاد کرده گی است، در 3-4 قریه میتونن که در اونجا مثلا رسیدگی صورت بگیره. یک کلینیک مثلا در پنجه قلی پنجه هست، یک کلینیک هم در کیپ کوت هست، یک کلینیک هم در پامیر کلان هست، کلینیک هم در پامیر خورد هست، حتی شما شاید دیده باشین که در پایین بنامش خور است. دیگه باز بعضی مریضایی که مثلا اونجا میتونن که تداوی که اگر نمیشه باز اونجا از طریق یک ریفر خط برای ما مراجعه میکنن اینجا. باز ما هم تا حد توان خود مثلا تلاش خودم میکنیم، اگر تونستیم که مثلا تداوی کرد تونستیم خوب، اگر نتونستیم باز از ما آمبولانس هست، آمبولانس هست در خدمت مردم رایگان میتونه که مریض ما را از اینجا تا اشکاشم انتقال بده. که چه هم واخان که در تریاکو کار نشته، خو ځینې وخت در تریاکو کارون که در مواد و لسترونه لپاره نور سیمو تزه او ځینې وخت ورته همدلته د پلورونکو لخوا راوړل کیږي. له تریاکو د مخنیوي لپاره دغه روغتیایي مرکز ته هر ورځ 130 تنه ناروغان راځي. د دې کلینیک مسؤول وایي چې امکاناتو ته په کتو دا بسنه نه کوي او غوښتنه داده چې د دې کلینیک امکانات دی ډیر شي ترسو پوری لرو پرتو سیمو ته هم دوی خدمات ورسوي. جاوید رازمند، پژواک خبری آژانس، بدخشان، واخان. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.